خبری هفته. حمایت دادگاه آنتاریو از طرح مالیات بر کربن دولت فدرال. تعطیلی مراکز استعمال قلیان در ادمونتون. گردباد و طوفان در میدو لیک پارک ساسکچوان. پیشنهاد جنجالی یک رستوران زنجیره‌ای به مناسبت کانادا دی. ثبت رکورد جهانی ساخت بزرگترین برگ افرای انسانی. جشن و آتشبازی به مناسبت روز ملی کانادا. سلام، وقت بخیر. به کانادا هفت از شبکه AMG خوش آمدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته‌ای که گذشت. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. در خدمت شما هستیم با این بخش خبری. مرور این هفته رو آغاز می‌کنیم با خبری در ارتباط با حمایت دادگاه اونتاریو از طرح مالیات بر کربن در بودجه دولت فدرال. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، دادگاهی در اونتاریو روز جمعه 28 ژوئن اعلام کرد طرح مالیات بر کربن پیشنهادی نخست وزیر کانادا مغایرتی با قوانین استانی ندارد. به گفته منتقدین، این تصمیم پیام روشنی است به سایر استانها که در مخالفت با این طرح قرار دارند. دولت اونتاریو پیشتر اعلام کرده بود طرح مالیات بر کربن پیشنهادی دولت فدرال در تعارض با تعامل میان دولت‌های استانی و دولت فدرال است و نمونه است از ورود غیرقانونی دولت فدرال بر تصمیم‌گیری‌هایی که به استان‌ها مربوط می‌شود. در مقابل نیز دولت فدرال تأکید کرده بود این دولت حق قیمت‌گذاری بر روی آلودگی‌های ایجاد شده را دارد، چرا که مسئله انتشار گازهای گلخانه‌ای یک نگرانی ملی است، نه صرفاً مسئله استانی. تعطیلی مراکز استعمال قلیان در ادمونتون به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، از سال آینده مراکزی که در شهر ادمونتون استان آلبرتا قلیان در اختیار مشتری ها قرار می دهند، در صورتی که تغییر کاربری ندهند تعطیل خواهند شد. این قانون جدید که به تایید شورای شهر ادمونتون نیز رسیده است، از تاریخ 1 جولای 2020 اجرایی می شود. در حال حاضر نیز در این شهر استعمال دخانیات و ماریجوانا در بسیاری از اماکن عمومی ممنوع است. گردباد و طوفان شدید در میدو لیک پارک استان ساسکچوان. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، ساکنان منطقه نزدیک به پارک استانی میدو لیک روز شنبه بعد از ظهر از برخورد گردباد با این منطقه خبر دادند. بر اثر این طوفان و گردباد که باعث واژگونی اتومبیل‌ها و تریلرها و از جا کنده شدن درختان شد، ساکنان این نواحی مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. شنبه شب مقامات اداره بهداشت ساسکچوان تأکید کردند که 3 نفر با مصدومیت جزئی از محوطه این پارک استانی به بیمارستان منتقل شدند. سازمان هواشناسی کانادا پیشتر نسبت به وقوع طوفان در این مناطق هشدار داده بود. پیشنهاد جنجالی یک رستوران زنجیره‌ای به مناسبت کانادا دی. به گزارش AMG و به نقل از CBC، رستوران زنجیره‌ای مندارین به مناسبت جشن 1 جولای در کانادا کسانی را که شهروند این کشور هستند به صرف غذای رایگان دعوت کرده است. این پیشنهاد ویژه که به مناسبت 40مین سالگرد تأسیس این رستوران در کانادا و همچنین 152مین سالگرد تشکیل کانادا مطرح شده است، تنها در صورت ارائه مدرک شناسایی که نشانگر وضعیت شهروندی افراد است از مهمانان به صورت رایگان پذیرایی می‌کند. این خبر با واکنش‌های متفاوت بسیاری در فضای مجازی روبرو شده و کاربران زیادی آن را تبعیض‌آمیز خواندند. این در حالی است که این رستوران تنها از پذیرش رایگان از غیر شهروندان کانادا امتناع می‌کند و آنها می‌توانند همچنان مثل سابق با پرداخت هزینه از خدمات این رستوران ها استفاده کنند. ثبت رکورد جهانی ساخت بزرگترین برگ افرای انسانی. به گزارش AMG و به نقل از CTV نیوز، بزرگترین برگ افرای انسانی به مناسبت 152مین سالگرد تشکیل کشور کانادا روز شنبه 29 ژوئن با حضور 3942 نفر که تیشرت های قرمز رنگ به تن داشتند در سنتنیال پارک استان اونتاریو شکل گرفت. این طرح در حمایت از سولجر آن که یک سازمان خیریه به نفع کهنه سربازان ارتش کانادا است انجام شده است.
این خیریه همکنون از این سربازان که برخی از آنان از بیماری‌ها و صدمات جسمی و روانی رنج می‌برند حمایت می‌کند. و در پایان جشن آتش‌بازی روز کانادا، 152مین جشن سالگرد تشکیل کانادا فردا در سراسر این کشور برگزار خواهد شد. در شهر تورنتو مراسم آتش‌بازی در مناطق مختلف این شهر و در ساعات متفاوتی برگزار می‌شود که می‌توانید برای تماشای مراسم به این مناطق سری بزنید. امزبری پارک ساعت 9:45 دقیقه شب، اش بریجز بی و وودباین پارک ساعت 10 شب، سنتنیال و میلیکن پارک ساعت 10 و میدان میلاسمن ساعت 10:30 دقیقه شب. در میدان میلاسمن مراسم و جشن ویژه کانادا دی که شامل اجرای رقص و موسیقی زنده است از ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر شروع شود و تا 10:30 دقیقه شب ادامه خواهد داشت. در شهر وانکوور نیز بزرگترین مراسم که شامل موسیقی زنده خواهد بود در کانادا پلیس از ساعت 8 روز دوشنبه تا 11 شب برگزار خواهد شد. و اما اگر ساکن وینیپگ هستید، با سر زدن به ترانسکونا سنتنیل اسکوئر علاوه بر صرف کیک مخصوص کانادا دی می توانید از موسیقی زنده و فعالیت های شاد و وسایل بازی مخصوص کودکان نیز لذت ببرید. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. باز هم کانادا دی رو تبریک می‌گیم خدمتتون. تا برنامه کانادا هفته دیگه از شبکه AMG یک شنبه دیگه، خدا نگهدار.